پیشنویس قانون اساسی تونس با اکثریت نسبتاً بالای 200 رأی موافق از مجموع 216 رأی در مجلس قانون اساسی این کشور به تصویب رسید. این اولین قانون اساسی تونس پس از انقلاب 3 سال قبل است که منجر به سرنگونی زین العابدین بن علی و آغازگر جنبش‌های خاورمیانه موسوم به بهار عرب شد. تصویب قانون اساسی امیدها را نسبت به پایان بنبست سیاسی جاری افزایش می‌دهد. بنبستی که بر سر اختلاف نظر میان نیروهای سیاسی اسلامگرا و سکولار ایجاد شده بود. راشد قنوشی رهبر حزب میانه روی اسلامی النهضه میگوید مردم ما موفق شدند که انقلابی آرام را به سرانجام برسانند، انقلابی که جهان را روشن کرد. ما توانستیم از جنگ داخلی پرهیز کنیم. با موافقت حزب النهضه مبنی بر عدم اشاره به قوانین اسلام در بسیاری از بندهای قانون اساسی، راه تصویب این پیشنویس همراه شد. منصف مرزوقی رئیس جمهوری موقت از مهدی جمعه که سمت نخست وزیری را عهده‌دار شده خواست است که کابینه انتقالی را تشکیل بدهد. این کابینه متشکل از وزیران عمدتاً غیر سیاسی و مستقل است.